تعطیلات نوروزی به نیمه رسید و از فردا بخشی از کارکنان ادارات باید سر کارهای خود حاضر باشند. اونهایی که به مسافرت رفتند در حال برگشتند. چند روز اومدیم داریم برمیگردیم. هوا که بارندگی شد دیگه داریم برمیگردیم. اونم دقیقه 90. درسته بله. مسافرمون ضروری نبود ولی دیگه بچه‌ها گفتن دیگه مهم نیم. کجا به سلامتی شالا؟ ارنگه. سفر واجب بود؟ من باید چون کار داشتم باید میومدم یه جایی کار دارم باید برم انجام بدم برمیگردم. ما رفته بودیم که بریم سفر، الان دیدیم شرایط کرونا حاده، دیگه داریم برمیگردیم. خواهرم مریض بود، مجبور شدیم بیایم سر ازش بگیریم. بالاخره وقتی جاده باز میکنن یعنی اینکه بریم مسافرت دیگه. عده‌ای هم یا عزم سفر دارن و یا فرصت رو مناسب دیدن تا به طبیعت برن. بریم تا چالوس دور بزنیم برگردیم. تا صدام بیشتر نمیریم. همین سمت چالوس میریم. خود شمال نمیریم. اولش میریم بعد دور میزنیم. میریم. نه راستش بینیم یه چند کیلومتری جلوتر برمیگردیم. بچه همین کرج هم هستیم، جایی نرفتیم، همین دور و بر. معمولا خب پروتکل‌های بهداشتی رعایت میکنیم و توصیه‌های پلیس مثل همیشه رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات حادثه آفرین. سعی کنن هنگام رانندگی در جاده ها به علائم هشدار دهنده کنار جاده ای توجه کنن، در با سرعت مطمئنه، این خیلی مهمه، با سرعت مطمئنه در جاده حرکت بکنن. پلیس از رشد سفرها در مقایسه با سال قبل خبر داده. 13,000 مامور راهور به همراه راهداران ترافیک را مدیریت می کند، اما همکاری مردم مهمترین بخش داشتن ترافیکی روان در جاده هاست. امسال اگر بخوایم مقایسه کنیم ترددها رو نسبت به سال گذشته، خب بیش از 47% ما شاهد ترددهای بیشتر و افزایش تردد هستیم تا این لحظه. خب تصادفات هم به تبع این شرایط همین وضعیت رو داره. اگر به سفر رفته و قصد بازگشت دارید توجه داشته باشید که مدیریت زمان سفر و پرهیز از شتاب زدگی ضامن سفری ایمن و خاطره انگیزه. طبق آمار پلیس علت 37% تصادفات عدم توجه راننده به جلو هست. با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و به خصوص توجه راننده به جلو میشه سفری ایمن و مطمئن داشت. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.